نمونه های از آثار مجسمه سازی رامبرانت بوگاتی، مجسمه ساز معروف ایتالیایی، در گالری ملی قدیمی برلین به نمایش درآمده. در این نمایشگاه می توان تندیس حیواناتی همچون شیر، اسب آبی، پلنگ و فیل ساخته شده از برنز را مشاهده کرد. بوگاتی این آثار را در سالهای منتهی به جنگ جهانی اول ساخته است. مدیر این نمایشگاه میگوید فکر میکنم بوگاتی هنرمندی بسیار جدی بود. او حیوانات را مانند قهرمانان و یا آنها را در حال جنگ و یا به عنوان نمادی برای طبقات بالای جامعه به تصویر نمیکشید، بلکه او دنیای آنها را آنگونه که در باغ وحش ها میدید میساخت. او برای دیدن حیوانات به باغ وحش میرفت، زیرا مکان امن و محافظت شده ای برای کار کردن بود. او در چنین دنیایی از ابزار و رنگ ها و اشکال برای ساخت آثار هنریش استفاده میکرد. بوگاتی در سال 1884 در شهر میلان ایتالیا و در خانواده‌ای بسیار هنرمند متولد شد و به زودی به هنر مجسمه‌سازی برنز علاقه‌مند گردید و با وجود اینکه هیچگاه در این زمینه آموزش رسمی ندیده بود، توانست اولین نمایشگاه انفرادی خود را در 16 سالگی راه اندازی کند. او مانند بسیاری از هنرمندان آن زمان با بازدید از باغ وحش از حیوانات بزرگ و عجیبی که در آنجا گرد آمده بودند الهام گرفت. یکی از متصدیان نمایشگاه میگوید او گاهی از سرفندهای کوچک برای به حرکت درآوردن حیوانات استفاده میکرد. مثلا یک سیب را در سوی دیگری از محفظه قرار میداد تا فیل به آن سو حرکت کند و او بتواند پیچ و تاب بدن این حیوان عظیم الجثه را ببیند. آثار مجسمه سازی رامبرانت بوگاتی تا 27 ژوئیه در نمایشگاه ملی قدیمی برلین در معرض بازدید علاقه‌مندان است.